ولی بعدا این برداشت نباید اتفاق بیفته که شیعه کشی داره میشه ما همین الان من دارم به عنوان یک هشدار در واقع میگم که جنگی بین شیعه و سنی جنگی بین شیعه و طالبان وجود نداره در افغانستان نه الان نه در گذشته یعنی هر چی بوده در میدان نبرد اتفاق افتاده اینکه که برام مردم رو از خونهشون بکشن بیرون اینکه قبور رو خراب کنن اینکه که رو خراب کنن این که این اتفاقات بیفته مجالس رو بدن این اتفاقات نبوده خود رهبرتون در 23 شهریور 77 وقتی کشتار مزار شریف به دست طالبان انجام شد بیانیه داد جنایات بیانیه رهبر جمهوری اسلامی است در سال 77 جنایاتی که اندکی پیش از این در شهر مزار شریف به دست قشون ظالم و سنگدل طالبان اتفاق افتاده یعنی کشتار وسیع مردم غیر نظامی و به شهادت رساندن جوانان پاک و مؤمن ایرانی که در مشاغل سیاسی و خبری به انجام وظیفه مشغول بودند در نوع خود فاجعه‌ای بی‌نظیر بود که باید دولت‌ها و ملت‌های مسلمان را به حرکتی جدی در برابر این قوم متعصب وحشی و بیگانه از تعالیم نورانی اسلام و بیخبر از قوانین عمومی جهان برمی‌انگیخت این قتل عام حقیقی مردم است که با وجود فقر و محرومیت و معاصره طولانی توانستن شجاعانه از شرف و حیثیت خود دفاع کنند اینا رو خامنه ای بیانیه داد 23 شهریور بره خب چرا؟ میدونیم که تجربه مسلمانهای چین و روسیه سرکوبشون و کشتارشون چین و روسیه متحدان جمهوری اسلامیاند. ولی سرکوب محدودیت تبعیض علیه مسلمان های اون کشورها نشون داده که خامنه ای از کشتار هزاره ها در افغانستان هم حرفی نمی زدم اینطور که درباره باری اونا حرف نزده اگر تروریست های... حرف نزده چه اصلا جمهوری اسلامی کاری نداره با آنچه مثلا به مسلمانان در چین میگذره در این هم حرفی نمیزد، اگر تروریست های جمهوری اسلامی که به نام دیپلمات در کنسول گلیش در مزار شریف بودن به دست طالبان کشته نمی شدن. کشتار طالبان در مزار شریف در سال 1377 وقتی که شما به روایتاش گوش میدید به داستانی که اتفاق افتاده به افرادی که نجات یافتن وقتی گوش میدین شما رو یاد روایت میندازه که از کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران شنیده ایم یک گزارشی ببینیم از همکار گلم آقای مهدی مهراین در صدای آمریکا ایشون کار میکنن ایشون از اعدام طالبان در مزار شریف در سال 77 جان به در برده ببینیم این گزارش رو برگرد. 23 سال قبل در 17 همه مرداد 1377 خورشیدی طالبان در نبردی چند روزه با چند حزب رقیب مشهور به اعتلاف شمال سرانجام موفق به تسخیر شهر مزار شریف شدند سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش دهم شماره 7 نوامبر 1998 خود می نویسد در چند ساعت اول تصرف شهر نیروهای طالبان شمار زیادی از غیر نظامیان را کشتند غیر نظامیان و افرادی که گمان برده می شد از اعتلاف شمالند در مناطق مسکونی بازارها و خیابانهای شهر بیرحمانه به قتل رسیدند شاهدان آن را کشتار جنونامی است توصیف کرده طالبان به هر چیزی که حرکت میکرد شلیک میکردند من هم در کدام قانون در کدام کتاب در دنیا نوشته است که تو میتانی یک طفل سیزده ساله را بکشی و مردش پشت موتر بسته بکنی و به بس بسرکا کشش کنی در روزهای بعد طالبان جستجوی سیستماتیک را برای دستگیری مردان اقوام هزاره تاجیک و ازبک را در شهر به راه انداختند هزارها گروه قومی شیعه مذهب و فارسی زبان به دلیل هویت مذهبی خود نیز مورد هدف قرار گرفتند در جریان بازرسی خانه به خانه تعداد زیادی مرد هزاره اعدام سرپایی شدند واشنگتن پست در شماره 28 نوامبر 1998 شمار کشته را بین دو تا 5000 نفر نوشت در بخشی از این گزارش آمده است از کامیون های سنگین اجساد را به بیابان های مجاور می و آنها را مانند زباله در گودال ها می رخدند. حالا امروز بعد از 23 سال از اون قتل عام چه شده است که طالبان دیگه اون قوم ظالم نیستند به روایت رهبر معظم جمهوری اسلامی مگه میشه همچین چیزی؟ همونطور که جمهوری اسلامی همیشه همین جمهوری اسلامی بوده چون بر پایه یک ایدئولوژی پایه گذاشته شده شکل گرفته طالبان هم همیشه همین طالبان بوده چون بر پایه شریعت اسلام و ایدئولوژی خودشون شکل گرفته و رهبرهاشون همه در مکاتب سلفیون یا شاخه از وهابیت در عربستان و پاکستان آموزش دیدن و البته بخشی از آموزش های نظامیشون هم در ایران دیدن حالا خواهم گفت داستان این است که جمهوری اسلامی امروز در موقعیت دیگری است نسبت به 20 سال 23 سال پیش راه های سازش با غرب رو خودش یکی یکی بسته و حالا فقط دنبال همجب هست با خودش علیه غرب و مشخصا آمریکا و تا میتونه از این موقعیت برای باجخواهی استفاده خواهد کرد تا میتونه تصادفی نیست که همین فعالیت های هسته‌ایش که به سمت ساخت سلاح اتمی داره میره در این چند هفته گذشته سرعت چون سرعت گرفته که همه حیرت کردن همین دوشنبه پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی 200 گرم فلز اورانیوم که برای ساخت سلاح اتمی به کار میره تولید کرده و سری دوم آبشار تولید اورانیوم قدیم شده 60 درصدی رو فعال کرده و داره تولید میکنه